مکاشفه فصل دوازدهم. در این وقت علامت بزرگی در آسمان ظاهر شد. زنی را دیدم که با آفتاب پوشیده بود. او تاجی از 12 ستاره بر سر داشت و ماه در زیر پاهایش بود. او حامله بود و از درد زایمان و پریشانی فریاد می زد. آنگاه علامت دیگر در آسمان ظاهر شد. اژدهای بزرگ سرخ رنگی را دیدم که 7 سر و 10 شاخ داشت و بر هر یکی از سرهایش نیم تاجی قرار داشت و با دم خود ثلث ستارگان آسمان را جمع کرد و آنان را بر زمین ریخت. اژدها در برابر آن زنی که نزدیک بود بزاید استاد تا همین که بچهش به دنیا بیاید آن را خرد کند. آن زن پسری به دنیا آورد که قرار بود با عصای آهنین بر همه ملت ها حکومت کند، اما کودک او به سوی خدا و تخت او برده شد و آن زن به بیابان به جایی که خدا برایش آماده کرده بود گریخت تا در آنجا به مدت 1260 روز نگهداری شود. در آسمان جنگی برپا شد. میکائیل و فرشتگانش با اژدها و فرشتگان او جنگیدند. اژدها شکست خورد و دیگر در آسمان جایی برای او و فرشتگانش نبود. پس آن اژدهای بزرگ از آسمان به زیر انداخته شد. آن مار قدیمی که کلیه دنیا را گمراه می کند و نامش ابلیس و شیطان است با فرشتگانش به زمین افگنده شدند. آنگاه صدای بلند در آسمان شنیدم که می گفت: اکنون نجات و قدرت و پادشاهی خدای ما رسیده است و مسیح و قدرت را به دست گرفته است و کسی که مدعی برادران ما بود و شب و روز آنان را در برابر خدای ما ملامت می ساخت از آسمان بیرون رانده شده است. این برادران ما با خون بره و با شهادتی که به زبان می آورند بر او غالب شدند، زیرا آنها حاضرند جانهای خود را فدا کرده بمیرند. پس ای آسمان ها و همه ساکنان آنها خوشی کنید، اما وای بر شما ای زمین و ای دریا، زیرا ابلیس به سوی شما آمده است و از این که می داند مهلت زیاد ندارد بسیار خشمگین است. همین که اژدها فهمید که به زمین انداخته شده است، به دنبال زنی که کودک ذکوری به دنیا آورد رفت، اما به آن زن دو بال عقاب بزرگ داده شد تا به سوی مکانی که در بیابان برایش آماده شده بود پرواز کند و مدت 3.5 سال در آنجا دور از دسترس مار نگهداری شود. مار به دنبال آن زن سیلابی از دهان خود بیرون آورد تا با جریان آن او را بشوید و ببرد، اما زمین به کمک او آمده دهان خود را باز کرد و سیلابی را که اژدها از دهان خود جاری ساخته بود فرو برد. از این رو اژدها نسبت به آن زن خشمگین شد و رفت تا با بقیه فرزندان او که احکام خدا را نگه می دارند و به عیسی شهادت می دهند بجنگد و اژدها در کنار دریا به انتظار ایستاد.